سلام دوستان، در این جلسه میخواییم در مورد نمودارهای سازمانی و تهیه چارت سازمانی صحبت بکنیم. خب چارت سازمانی چی هستن؟ یک نمودار سلسله مراتبی هستن، همونطور که تو این شکل میبینین، که از طریق اون ما ساختار سازمانمون ها از بالا به پایین نمایش میدیم. ساختارهای سازمانی در تمامی کسب و کارها و در تمامی سازمانها باید وجود داشته باشند و همه سازمان ها نیاز به یک چارت سازمانی دارند. حالا این چارت سازمانی رو ما میتونیم به صورت تکست هم بنویسیم، ولی وقتی که به صورت یک نمودار نمایش میدیم، قابلیت مشاهده که بالا میره باعث میشه ما تصمیمات بهتری بگیریم و خود ساختار رو به صورت سریع تری بفهمیم. ساختارهای سلسله مراتبی انواع زیاد متفاوتی ندارن، اکثرا از بالا به پایین به صورت سلسله مراتب شروع میشن و ادامه پیدا میکنن. اما به تازگی به علت استراتژی نیروی انسانی فرضیهایی وجود داره که ساختار رو در حقیقت توی منابع انسانی، توی نیروی انسانی، وقتی که یه چنین سلسله مراتبی وجود داشته باشه باعث از بین بردن نوآوری و نارضایتی در بعضی جاها میشه. به خاطر همین یه تئوریه که در حال حاضر وجود داره سعی کرده سلسله مراتب رو تا جایی که میتونه کم کنه و تا 3 یا 4 تا مثلا سطح بیشتر نباشه. مثلا این ساختار سلسله مراتبی در خیلی از سازمان‌های امروزی شاید مناسب نباشه که تا این حد پایین رفته، اما خب در جاهایی هم این سوددهی داره، چون مثلا این شخصی که اینجا هستش میبینه که مسیر پیشرفتش به چه صورت میتونه باشه و میتونه تشویق بشه که چجوری کار کنه. یکی دیگه از مواردی که وجود داره، ما میتونیم توی یه نگاه خیلی از اطلاعات رو توی سازمان بگیریم، اما خیلی از جزئیات وجود نداره. به طور مثال الان توی این شخص انتهایی من میدونم یه اپراتوری هستش، یه نامی هم داره، اما نمیدونم دقیقا شرح وظایفش چیه و چه کارهایی تو سازمان باید انجام بده، که ما برای اون از شرح شغل و شرح وظیفه استفاده کنیم. که البته یه ساختار ماتریسی هم وجود داره که سعی کرده دیتیل بیشتری رو نشون بده، اما این قابلیت مشاهده رو کمتر داره. به خاطر همین ما برای اینکه با این ضعف ساختار سازمانی مقابله کنیم، ماتریس ها رو ارائه کردن خیلی جاها، اما بهترین روش تهیه یک شرح شغل هستش که حالا در اتمام بیشتر در مورد اون توضیح میدیم. یه ضعف دیگه ای که شاید ساختار سازمانی داره، ایجاد اون و به روز نگهداریش کار حوصله زمانبری هستش، و خب اگه من به صورت دستی اینا رو هی وارد کنم و فکر کنین یه سازمانی حدود 700 نفر یا 800 نفر حداقل کارمند داره، خب من باید 800 بار اینا رو بکشم و به روز نگه دارمش، و خب یه کار زمانبری خواهد بود. که برای مقابله با اون نرم افزار ویزیو، علاوه بر این که من به صورت دستی و مانوال میتونم این رو تهیه بکنم، قابلیت اتصال به دیتابیس رو بسه من قرار داده و خودش میتونه با توجه به حالا رویهی که داره این ساختار رو تهیه کنه، و ما پس از تهیه اون میتونیم والدینگ کردنش به پایگاه داده به روز نگه داریم. به خاطر همین ما از طریق نرم افزار ویدیو میتونیم از این ضعف در حقیقت ترسیم نمودار رو هم غلبه کنیم بر. و خب یه ضعف دیگه هم که البته نمودارهای سازمانی دارن، روابط بین واحدی رو نشون نمیدن. یعنی الان این سلسله مراتب اگه این شاخه رو در نظر بگیریم که اینجا اومده، رابطه این شخص با شخصی که حالا سلسله مراتب این کشیده بشه در اینجا وجود خواهد داشت رو نشون نمیده. ارتباطایی که این شخص با این شخص داره رو خوب نشون نمیده. که واسه نشون دادن این ارتباط ها ما باید نمودارهای فرآیندی رو ترسیم بکنیم، که حالا نمودارهای فرآیندی و دید فرآیندی و دید وظیفه‌ای تو سازمان ها با هم متفاوتن، که این یه جور دید وظیفه‌ای هست و حالا
ترسیم نمودارهای فرآیندی و بی پی ام ان یا ای پی کیو سی، حالا مدل هایی که فرآیندی وجود داره، یه دید فرآیندی هستن و این دوتا در کنار هم کامل کننده اطلاعات مورد نیاز در یک سازمان هستش، چون دید وظیفه‌ای هم در سازمان باید وجود داشته باشه و همچنین دید فرآیندی تو سازمان. حالا در این فیلم آموزشی ما میخواییم سعی کنیم که یه نمودار سازمانی رو ابتدا به صورت دستی در نمودار در نرم افزار ویزیو ترسیم کنیم و سپس طریقه تهیه یک نمودار سازمانی از پایگاه داده، که حالا پایگاه داده ما اینجا یه فایل اکسل خواهد بود، رو نمایش خواهیم داد.